لبم لبریز از جام حسین است عروج نام من بام حسین است اگر جراح قلبم را شکافت به روی لوح دل نام حسین است بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم عرض سلام ادب و احترام خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی و عرض سلام مخصوص محضر مبارک امام زمان علیه السلام قلب عالم امکان و انشالله که قلبشون تسلا پیدا بکنه به مناسبت ایام شهادت سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام و انشالله نام تمامی ما رو جزء ازاداران واقعی حضرتش ثبت و ضبط بکنن انشالله صحبت شبهای گذشته کاپ پرسش در رابطه با اثرات گریه بود یکی دیگر از اثرات گریه بر سید و سالار شهیدان حضرت عبا عبدالله حسین علیه السلام آشنایی با حقیقت دین و نشرونه وقتی که ما شیعیان محبین اهل بیت دور هم جمع بشیم در مجلسی ذکر فضائل و مصیبت حضرات معصومین علیه السلام به خصوص امام حسین علیه السلام را داشته باشیم و اشک از ما سرازیر بشه در پرتو اون قلب ما روشن میشه در کنار این گریه و ازاداری ها سخنرانان میان و سخنرانی میکنند در رابطه با فضائل اهل بیت و مصیبت هایی که بر سید و سالار شهیدان اتفاق افتاده تو همین مجالس هست که نور اهل بیت به قلب ما میتابه و دل ما جلا پیدا میکنه و ما آگاه میشیم از مسائلی که بر اهل بیت ما اتفاق افتاده و معارف حقه رو دریافت میکنیم با ما همراه باشید با مهمان امشب برنامه در خدمت شما هستیم عرض سلام مجدد دارم خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی که همکنون با شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام همراه هستیم این شبها به گفتگو نشستیم در محضر استاد گرانقدر حوزه جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد صادق امیدواری خراسانی و استفاده میکنیم از کلام شیوایشون عرض سلام داشته باشیم خدمت ایشون سلام علیکم از الله و و علیکم السلام و رحمت الله من هم متقابلا خدمت شما و بینندگان گرامی عرض تسلیت دارم و خداوند انشاءالله به ما توفیق یک ازاداری بهینه آنگونه که رضای او هست عنایت بفرمید انشالله. خدا صحبت شبهای گذشته ما اهمیت و آثار ازاداری ما میدونیم که ازاداری و دو و را شهیدان خیلی عجر و ثواب داره ولی تو این دور زمانه شبه های بسیار زیاد اتفاق افتاده که کم رنگ بکنن ازاداری رو و برای آگاه شدن خودمون نیازیم که تذکری به ما داده بشه که چه اثرات و چه آثاری ازاداری داره که از زبان شما میشنویم ازاداری رو با عرض سلام خدمت شما گرامی مستم. و بینندگان احترام و عزیز از میکنم سخنان گذشته ما در جلسات قبل راجع به رفع شبه نسبت به این سوال بود که آیا ازاداری چه جایگاهی در سیره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله روش ایشان و سیره و روش اهل بیت ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین داشته است دیروز گذشته از کردیم که ازاداری هم در روش پیامبر و هم امیر هم فاطمه زهرا سلام الله علیها و هم ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین به طور عموم وجود داشته به طور عموم یعنی برای غیر امام حسین علیه السلام مثلا نظیر فرزندانشون و نظیر دوستان و صحابهشون و از این قبیل و حتی قضیه پادشاه حبشه رو من از کردم نجاشی چون اصلا مسلمان هم نبوده مسلمان شده بود مسلمان بعد قبلا مسلمان نبود ولی مسلمان شده بود ولی در کشور دیگری بود راه دور بود اما چون هوادار حضرت بود و دلش با حضرت بود حضرت حتی رفتن بقی و برای او با اینکه دور بود اقامه عزا کردند و به یاد او نماز خوندن دو رکعت و از این قبیل اینقدر اهمیت دار از اص... اهمیت داشته اصل عزاداری این مشروعیت عزاداری رو میرسونه حالا افزون بر این ازاداری برای سید و شهدا سالار شهیدان علیه و آله و سلام اون باز جایگاه خاص خودش رو داره یعنی حضرت همون وقت ولادت امام حسین سلام الله علی تبریک هایی که به هم میگفتن خمسه طیبه غیر از امام حسین علیه السلام خودش همراه با اشک و آه بود چون فرجام و سرنوشت و آینده زندگی سید و سلام الله علیه رو از طریق وحی الهی و اخبار جبرائیل حضرت به اطرافیان خودشون گوشزد میکردن و آگاهی میدادن و اونها هم گریه میکردن در روز ولادت حضرت عبدالله بله علیه السلام بلده. همه بر ماتم امام حسین گریه گریه کردن. کردن. یعنی ولادت ایشان توعم و با گریه بود نسبت به مسائب آینده ایشون و بقیه ائمه هم سلام الله مجموع اجمعین اقامه عزا داشتن بر جدشون سید و شهد و و و دیگران رو تشویق به عزاداری میکردن من تصور میکنم در این قسمت که ما میخوایم عرایزی رو تقدیم کنیم درباره شایستگی و بایستگی و اینکه باید راجع به عزاداری سید و شهدا سلام الله علیه ما احتمام داشته باشیم اهمیت بدیم میخوایم صحبت کنیم این چرا اون... که برای باقی اهمه مسئول علیه انصار ما بل... انجام دیم خاصه ویژه ما موسی کنیم بله صحبت کنیم بله جزء اون برنامه عزاداری که از کردیم به طور عموم ما باید برای اهل ایمان عزاداری کنیم در فقدانشون بی تفاوت نباشیم ائمه اطهار که دیگه جای خود داره و درباره سید و شهد و ارواح نافدا باز سفارش و توصیه بیشتری شده است در جلسه گذشته درباره مشروعیت ازاداری خب ما مطالب رو از عقل و فطرت و وجدان و احساسات پاک آغاز کردیم که گفتیم شخص اگر دین هم نداره اقل این احساسات پاک او و فطرت او این اقتضا میکنه که ما چه کنیم اقتضا میکنه که ما بر عزیز از دست رفتنمون بیتفاوت تفاوت نباشیم در مقابل از دست رفتن او یه واکنشی نشون بدیم حداقل چند قطره اشکی بریزیم آهی یه اشکی یه ابراز احساساتی یه همدردی با کسانی که از بازمانده ها او موندن با هم همدردی کنیم و از این قبیل ما دوست نداریم مثل بعضی از بعض به محضرتون اشخاصی که در کشورهای دیگه زندگی میکنن اروپایی یا غربی بخوایم فقط به قدر چند ثانیه یا نهایت چند دقیقه سکوت کنیم و بعد راه کنیم بریم دنبال کارمون نه گاهی بزرگ داشته عزیز از دست رفته می که بیشتر از این ما هم دردی کنیم بیشتر اظهار جزع و فضع کنیم این بستگی به عظمت اون شخصی داره که از دست رفته است بعد ما میبینیم اصحاب ائمه اطهار که فرصت نشد در جلسات قبل عرض کنم و پیروان این خاندان اعم از اونهایی که در غیبت سقرای امام علیه السلام میزیستند و اعم از اونهایی که در اوائل غیبت کبرا و بعد از اونها بودند میبینیم مفصلا اقامه ازاداری داشتند ما الان پیشینه عزاداری رو اگر بعد از امام عسکری سلام الله علیه بخوایم در تاریخ نگاه کنیم و حکومت‌های مختلف می‌بینیم حکومت‌های مختلف راجع به عزاداری خب اینا اهتمام داشتن ازاداری های مفصل داشتن عزاداری در کوفه عزاداری در شام عزاداری در اربعین امام حسین علیه السلام که خود اهل بیت اومدن در کربلا عزاداری کردن جمسه. سلام الله علیه عزاداری در مدینه پس از بازگشت از سفر کربلا چه شیونی چه قوقایی در مدینه به پا شد عزاداری وقتی رسیدن خبر به مدینه که هنوز اهل بیت مدینه نرفته بودن خود اهل مدینه با خبر شدن که امام حسین علیه السلام کشته شد چه شیونی در مدینه به پا افتاد به پا شد و چگونه اینها ازاداری کردند ازاداری در مدینه وقت ورود کاروان ازاداری امام حسین علیه السلام خب در اصر اعمه اطار که گفتیم تشویق های اعمه برای ازاداری امام حسین سلام الله علیه بعد میبینیم ازاداری در اصر آل بویه یا بعضی در عربی آل بویه میگن بالاخره از سال 322 و و قمری تا سال 448 قمری که اینها روی کار بودن مفصل ازاداری داشتند ازاداری فاطمیان مصر از سال 297 هجری قمری تا سال 567 اینا ازاداری داشتند ازاداری امام حسین علیه السلام بعد از قرن چهارم ازاداری امام علیه السلام در میان خارعزم شاهیان از سال 521 تا سال 628 هجری قمری علمای هله چگونه ترویج میکردن عزاداری رو در کشور عراق در زمان تیموریان از سال 782 تا سال 911 قمری صفویان اونهایی که به ما اشکال میکنن عزاداری از دوران صفوی آغاز شده و ما اینا و همه رو شمردیم این حکومت ها قبل صفویه بودن قرنها قبل صفویه بودن خب ممکنه در زمان صفویه توسعه بیشتری پیدا شده دلست. باشه بله بله اصل ریشش از زمان عیمه اطهاره از کدی مثلا ازاداری همراه با ولادت امام حسین علیه السلام آغاز شده ولادتی توعم با عشق و آه صفوی از دوران 907 هجری قمری تا 1135 و بعد حکومت هایی که بعد بودن از حکومت های شیعی یکی پس از دیگری خب اینا همه ازاداری داشتن و این ازاداری در اصل ائمه اطهار مفصلا انجام می شده و تشویق می کردن دوستان و شیعیانشون رو برای این ازاداری و حتی نهی می از اینکه روز آشورا کسی بخواد در تهیه اندوختن مواد غذایی یا چیزی برای منزلش باشه و تشویق میکردن که کلن روز آشورا رو روز اشواه شما باشه روز گریه شما و انسان اگر امساک میکنه از خوردن و آشامیدن میدن اما روزه نگیره روزه گرفتن روز آشورا برای مخالفین شیعه بوده که اینها شادمانی میکردن خوشحالی میکردن از این واقعی دلخراش عید خودشون گرفته روز عید همین می‌خواستن روز عید اونها قرار گرفته اینا عاشورا رو عید زفر میگن یعنی عید پیروزی یوم فرحت به آل و زیاد بله متن زیارت عاشورا و ها زا فرحت به آل و, و, و زیاد و آل و مروان به قتل هم الحسین صلوات الله علیه خب ما نباید مثل اونها باشیم ما نباید کاری که اظهار خ... لذا ما اینو به رفقامون غالبا میگیم میگیم عزیزان شما یه کاری کنید قبل از محرم آرایشگاه برید سر و صورت رو کوتاه کنید بعضی ها ما میبینیم که تو دهه محرم رفتن آرایشگاه مثلا پنجم شیشم محرم ما گاهی در سفرهای تبلیغیمون خب دیدیم بعضی ها در بعضی از منطقه ها توجه ندارد اینا توجه میدیم عزیزان قبل از اینکه محرم برسه برید سر و صورت میخواین کوتاه کنید آرایش کنید و نگذارید تو این دهه این کارها رو انجام بدین شایسته نیست یا بعضی از بانوان حتی روزه میان یا تو این دهه میبینین آرایش میکنن این شایسته نیست مادرش جده سادات مادر سید و سلام الله علی، علیه علیه ها ازادارن و چگونه خانوم ها به خودشون اجازه میدن در برابر ازاداری که مجالسشون پیش چشم اوست و او چه بسا شرکت میکنه در این مجالس با حالت آرایش و که خودش دلیل بر شادمانی است و اون گونه اظهار از میکنم خدمتتون اتوار و حالاتی که دلیل و سرور هست اظهار میکنن و ظاهر میشن در مجالس چه خوب نشته اشاره کردین یه سری از کارهای باید انجام بدیم که وارد ماه محرم میشیم خودمون آماده کنیم برای عزاداری سید الشهدا علیه السلام بله همین رو اگه بیشتر بیان بکنیم فکر کنم جامعه ما الان به این چیزا بیشتر نیاز داره واقعش اینه که ما اصلا قبل از رسیدن محرم باید یک سلسله برنامه هایی برای خودمون به عنوان پیشواز محرم اما نه پیشوازی که به عنوان که عید قدیر رو یا ایام سرور رو بخوام قاطی کنیم با این قضیه نه ما با این کار موافق نیستیم به عنوان برنامه ریزی برنامه ریزی برای محرممون داشته باشیم و بعد چیزهایی که دیگه در این دهه نمیشه انجام بشه یا شایسته نیست از قبیل همین آرشگاه رفتن و اینها این رو قبلش انجام بدیم الان هستن میان بانوان بانوان بیدار دل با معرفتی که اصلا در این ماه محرم سفر آرشگاه نمیرن کلا احترام امام حسین علیه السلام هستن بانوان با معرفتی که زر و زیورشون رو در میارن از بدن کنار میذارن تو این دو ماه کلا زیوری به گوش و به گردن و به دست ندارن به احترام امام حسین علیه السلام در میارن و چقدر شایسته است که مردها هم این رعایت رو داشته باشن پوشیدن لباس هایی که قرمز لباس های صورتی لباس هایی که مناسب ایام عزاداری نیست لاقل لا تو محرم سفر رایت کنه حالا ما نمیگیم دو ماه مشکی بپوشن بپوشن خیلی خوبه, خیلی خوبه. مصاب و معجورن اما لاقل لا قرمز هم نپوشن لاقل لا یک رنگی که میان این دو باشه سرمه باشه آبی سیر باشه یک رنگایی که بالاخره نشانه شادی نباشه شوخ نباشه و نشانه شادی نباشه یا اینی که مثلا از قبیل برنامه ریزی برای تشکیل مجالس نگذاریم همون دقیقه نوت که میرسه به فکر جمع و جور کردن کارهای هیئتمون یا مجلسمون باشیم خب غالبا هم ما به زحمت میفتیم هم اطرافیانمون سعی کنیم این برنامه ها رو از دراز مدت آغاز کنیم برنامه ریزی کنیم هر کاری با انتظام و نظم و برنامه ریزی بهتر پیش میره دیگه از نظر اندوختن مسائل اقتصادی و به فکر باشیم که یه جور آبرومندی مجلس رو جمع کنیم اینجور نشه که یه دفعه استارت بزنیم هیچی هم تو دستمون نیست مجبور بشیم رو به این بزن رو به اون بزن به او اصرار کن از اونا راحت بشو نه این کارو نکنیم از مدت شش ماه ده ماه مونده به محرم شروع کنیم مسائل اقتصادی هیئت رو و روزه رو استارتش رو بزنیم اما ضرورت و بایستگی ازاداری به حضرت سید و علیه السلام و بله. چرا این ازاداری انقدر هم عزیز برای عزیز زهرا حضرت زهرا سلام الله علیها اینقدر هم مهمه که خدای متعال هم خودشون عزادار حضرت بله. سید شهدا هست این واقعیتی است که ما وقتی که در جامعه نگاه میکنیم میبینیم یه عزیزی از دست میره برای اون سوم هفتم چهلم حالا که دیگه هفتم و سوم رسم شده با هم میگیرن بعد نهایت سال حالا بگو یک سال بعضیا بستگی به معروفیت و بستگی به اثرگذاری اونها در میان جامعه و شهرتشون و موقعیت اجتماعیشون و, و برای بعضیا چند سال میگیرن و بالاخره بعد از چند سال که فراموش, فراموش میشه بله اینجوری دیگه اما چگونه است که یاد سید و شهدا سلام الله علیه از خاطرها نمیره مگر نفهم بودن این لقتل الحسین ابن علی ابن عبی طالب سلام الله علیه حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد و ابدا برای سید و شهده علیه السلام یک حرارتی است برای شهادت او در دلهای اهل ایمان که هیچگاه به سردی نمی گراید مگه دست از ایمانشون بردارن بله اونایی که دست از ایمان برداشتن دیگه این احساس در اونها کشته میشه وجود نداره بلکه مسخره میکنن مجالس رو چرا چون ایمانه رفته اون ایمان وجود نداره و لا ایمان و باور اگر باشد در این ایام خودجوش اصلا از درونشون حزن و غم و ملال و اندوخ میجوشد و لذا این قضیه ارز میکردم که قضیه سید و شهدا سلام الله علیه چیزی نیست که به دست فراموشی سپرده دنبال کارو خدا داره دوست. پشت کار رو خلاق عالمیان داره اینی که به مو گفت میرسه ولی پاره نمیشه ازاداری اینقدر در حکومتهای ظلم و جور از بنی امیه از بنی عباس حکومتهای بعدی حکومتهایی که در همین اواخر بودن و هستن حتی در بعضی کشورها همین الان که بر عزاداران سید شهدا علیه الصلاه و سلام تنگ میگیرن اذیت میکنن زندان میکنن میکشن به خاک و خون میکشن مجالس رو ولی شیعه همچنان جاودانه ایستاده است و محکم و مستحکم و این موضع رو رها نخواهد کرد و شایسته و بایسته است که این مجالس ادامه پیدا کنه بایستگی او برای چیست بر خاطری که فرمودن الاسلام محمدی الهدوس و حسینی البقا آوردن اسلام پیغمبر اکرم آوردن ولی بقاء او و دوام او به خون سید و شهدان سلام الله علیه و اولاد و اصحاب شده است ولی ما باید ارج بگذاریم ما باید اهمیت بدیم یاد اون بزرگوار رو از خاطر نبریم نمازی که میخوانیم روزهی که میگیریم حجی که میریم خدایی که میشناسیم همه در سایه خونهای شهدای کربلا است که در رأس اون سید و شهدا ارواهونا فدا قرار دارن من اینجا دو تا خاطره در ذهن هم اومد اجازه بدید بگم در خدمت شما هست خواهش میکنم یک خاطره مرحوم کافی خراسانی که بسیاری از ملت خاتوندان. ایران و حتی خارج از ایران این بزرگوار رو که از منبری های نتاق دلباخته امام زمان سلام الله علیه که در نیمه شعبان از دنیا رفت تصادفی شده بود و شاعر هم سرود روزه بله آنکه یک عمر گفت مهدی جان داد روز عید مهدی جان روز نیمه شب ایشون یه وقت من خودم ازشون شنیدم فرمودن نماز مرحوم آیت الله آمیز عبدالحادی شیرازی بودن از مراجع تقلید نجف اشرف مرحوم آیا آمیز عبدالهادی شیرازی که استاد بعضی از مراجع کنونی ما بودن این بزرگوار همین که خواستن نماز بخوانند، وقتی برای نماز به پای استادن نماز واجب میگن من دیدم ایشون یاد از امام حسین کردن سلام الله علیه و سلام که ابا عبدالله گفتن دو بعد شروع کردن حالا اقامه و نماز و اینها بعد همین صحنه رو از مرحوم حضرت آیت الله خانساری قدس الله سره اون مرجعی که شبه اعلمیت راجع به ایشون قوی بود نسبت به مراجع معاصر خودشون و ادهی قائل به اعلمیت ایشون بودن به امرات الله برو جدی قدس الله سره رفتن تهران او دوده شاید 25 سال توقف در تهران داشتن و دیگه بعد نیامدن قوم من اوم از اطاعت الله الله مقامه به گفته یکی از سخنرانان نامی ایران میگن که ایشون قبل از نماز السلام از علیک ابو عبدالله سلامی به امام حسین میدادن پس در بزرگان ما بوده سلام به حضرت ابو عبدالله علیه قبل از شروع نماز بله قبل از شروع شروع شر... که میگم حالا شاید قبل از اقامه بوده چون بین اقامه و نماز معمولا میگن صحبت نباید دیگه بشه و سلام هم چون جزء ذکر و قرآن و به اصطلاح دعا نیست کلام آدمی به حساب بیاد شاید همون قبل از اقامه بوده بله بیشون گفتن روم نشد من بگم که آقا سبب این سلام چیست به یکی از دوستانی که روش باستر بود به با آقا گفتیم شما سوال کن از حضرت الله خونساری سوال کردن آقا علتش چیه که شما قبل از نماز سلام میدید به امام حسین علیه السلام اشاره به امامشون کردن فرمودن این امامه من و این محراب و این نماز و اون حوزه علمیه همه اینها مرهون خونهای به ناحق ریخته سید و شهدا و اولاد و اصحاب اینه که ما باید نمک بهرومی نکنیم یاد کنیم از آقا یه سخنران میه سخنرانی میگنه بعضی ها البته بعضی نه همه دیده شده که آخر ذکر مصیبت نمیخوانن شایسته نیست این کار مرحوم های فلسفی به زمان اون او اوائل کارشون گاهی در بعضی از جهان اتفاق میافتاد که خب نمیخوندن ذکر مصیبت مختصر بود یا جایگاه اقتضا نداشت حضرت صدیقه طاهره علیه السلام رو در عالم رؤیا دیدن بیبی در جای بلند ایشون پایین و دیدن بیبی بی ازشون ناراحتن بیبی جون چی شده فرمودن شما ذکر مصیبت فرزند منو نمیخونین در سخنرانیتون اینا انتظار دارن ما به هر نحوه ممکن که شده آقا رو یاد کنیم چرا به خاطر اینکه بقای دین ما به یاد ایشان به اقامه عذاب بر ایشان هست یه قصه دیگه خاطری اومد. اجازه بدید بگم از به نظر شریفتون که مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه صاحب القدیر ایشون داخل صحن سید الشهدا سلام الله علیه ایستاده بودند و این دسته های عزاداری رو که یکی پس از دیگری می اومدن رد می شدن نگاه می کردند و همکاری می کردن و همیاری و بسر و سینه می سینه. یکی از علما اهل تسنن کنار آیت الله امینی ایستاده بود اعتراض کرد و آقا یعنی این کارا حرام نیست این چه کارو یعنی انجام میدن حضرت آیت الله امینی علامه صاحب القدیر فرمودن نه تنها حرام نیست واجب انجام بشه عجیبه تعجب کرد گفت چطور ایشون فرمودن در قضیه قدیر 120 هزار جمعیت خود عامه می نویسن و تصنن وجود داشت ما در قضیه قدیر کوتاهی کردیم کوتاه آمدیم حالا تعبیر ایشون تعبیر من ناچیزه کلا سرمون رفت دیگه در قضیه آشورای نباید تکرار بشه قضیه آشورایی که هفتاد و چند نفر بیشتر نبودن شهدا حالا بعضی از نقلا بیشتر کمتر اقلش هفتاد و دو نفر در این قضیه اگه ما کوتاه بیایم خون ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه لوس میشه تبلیغات سوء دشمن قلبه میکنه اینی که این شار و شیونا بله این تبله ها و این سر وسینه زدن ها و این زنجیر زدن ها و این انواع عزاداری هست آیت الله بروجردی فرمودن هر منطقه به عادت منطقه خودشون عزاداری کنه مانعی نداره یزد مثلا نخل بر میدارن بروجرد گل مالی دارن تو گل میافتن سر تا پا گلی میکنن خودشونو جای دیگه نحوه دیگه جای دیگه جوری دیگه بالاخره همه اینها تعظیم شعائر حسینیه است و تعظیم شعائر حسینیه به هر نحوی مطلوب هست و بلکه از حضرت آیت الله آشق عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قوم وقت پرسید شد آقا شما چقدر روی ازاداری تأکید میکنید چقدر اصرار دارید مگه واجبه فرمودن نه واجب نیست مستحبه ولی مستحب است که هزاران واجب زیر او خوابیده این چنینه اینه که ائمه اطهار هم در این قضیه هم خود کوشا بودن و هم تاکید زیادی داشتن بر اقامه عزا بر سید الشهدا سلام الله علیه ستالله. شما اگه سوالی دارید بفرمایید تو من تتمه قضیه رو ان شاء الله ممنون و سپاسگزارم از شما به این مطلب رسیدم که آقا رسول الله در بیان مزد رسالت خودشون فرمودن قل با لا... اساس قرآن هم هست بله. که قل لا اسلکم علیه الا فی یکی از عوامل مودت و که از نشانه های بروز مودت ما به اهل بیت میتونه همین عزاداری ما باشه اصلا خود مودت معنیش اظهار و بروزه دوست. فرق مودت با محبت همینه محبت امر دروری و قلبی است و لذا آیه نمیفهمد مزد رسالت محبته میفهمد نه مودته اون محبت رو اظهار کن نشون بده در قالب احترام به سادات در قالب رفتن به حرم ها و مشاهد مشرفه در قالب مجالس عزاداری رفتن اینا همه جز اون مودتی ده میشه ده... که ما میتونیم انجام بدیم و کوتاهی نکنیم در از او هست در خدمتتون خواهش میکنم ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین در منزل خودشون اقامه عزا میکردن برای سید الشهدا و و علیه السلام یکی از اصحاب به نام مالک جهنی از امام باقر علیه السلام درباره وظیفه شیعیانی که در روز آشورا نمیتونن به کربلا مشرف بشن و مرقد مبارک امام حسین علیه السلام رو از نزدیک زیارت کنن و در اونجا برای حضرت عزاداری کنن میپرسه وظیفه ما که دور هستیم چیه امام باقر علیه السلام میفرماین یه همچین اشخاصی باید بر اون حضرت گریه کنن لاقل گریه بر مسائب او از نره و به خانوادهشون هم دستور بدن که بر اون حضرت گریه کنن همسرم یاد مسائب امام حسین گریه کن فرزندانم گریه کنید اصلا تو خونهشون حضرت میفرمان مجلس مصیبت برپا کنن منزل در منزل خودش در خونهشون مجلس مصیبت برای حضرت برپا کنن و براشون اظهار جزع کنن و شیعیان باید با گریه که میکنن با هم چه کار کنن ملاقات کنن با گریه یک دیگر رو در مصیبت امام حسین تسلیت بدن انگار فرزند عزیزم از دست رفته بله امام حسین عزیزتر از جان ماست فرزند بهتر, بله، بهتر از فرزند بله بالاتر از پدر مادر حتی و اگر توانستی حضرت فرمودن در این روز روز آشورا دنبال کارات نرو کارهای روزمره روز, روز آشورا اینا رو بذار کنار خریده برای منزل کارکاسبی دیده میشه بعضی از رانندگان عزیز روز آشورا خب دو جورن بعضیا برای رضای خدا عزادارا رو جابجا میکنن خیلی عالی خودش نو خودش یه ولی بعضی دیده میشه که دلا پهنا پول میگیرن هم کار میکنن کاسی میکنن هم بیشتر کنایه میگیرن خب این شایسته نیست عزیزم تو مثل سایر عزادارا سعادت ابدیه رو برای خودت بخرد گفتن امروز دنبال کارخونه میدن نرو برو دنبال عزاداری طرف میگه که اگه نرم نون ندارم بخورم چه عقیده ای حالا به یک روز انسان نره بعدم امام حسین مگه لغمه کسی رو نگه میدارن اوه چند چندین برابر حضرت پاداش میدن و تو همین دنیا برمیگردن مدیون کسی نمیمونه نه من خودم خدا شاهده دیدم بعضی از دوستانی رو که اینها وقتی راه کربلا باز شد تا جا فرش زیر پا اساس خونه فروختن رفتن کربلا حالا بی زندگی ها اینا رو ببینید سر چند سال امام حسین چه کرده با زندگی اینا بح سلام الله علیه چه رونقی به کاسبی اینا چه رونقی به زندگی اینها من اینو چیزی نمیبینم جز در سایه اعتقاد و باور اونها و تلاش اونها برای زیارت و و برای تشرف به مشاهده مشرفه و داریم ممنون یک فاصله کوتاه بگیرید بر خدمت با ما همراه باشین و امشب رو با هم قرار عزاداری هم انجام بدیم مولاس علی اکبر آقاس علی اکبر جمعه پیمبر با مولاس علی اکبر سرور یاز تو باس علی اکبر از بس که خوش قد و بالاس علی اکبر ماه بلند شبیه اول جیسو شبیه اول هرکس هر کس علی اکبر رو دید گفته حلوای قند شبیه اول ممنون و سپاسگزار شما بینندگان و همراهان یرامی شبکه جهانی به هستم که با کافه پرسش همراه هستید این شبها در محصر حجت الاسلام و المسلمین استاد حوزه جناب حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد صادق امیدواری خراسانی هستیم و جا داره که از حضور ایشون کمال استفاده رو ببریم جناب آقای امیدواری خراسانی در رابطه با شب هشتم ماه محرم الحرام که صحبت میشه یاد میشه از جوان کربلا حضرت علی اکبر جوان های بسیار زیادی در کربلا بودند نمونه بارز اون جوان ها حضرت علی نکات سازنده در زندگی ایشون هست که برای ما جوانان نسل امروز حائز اهمیته که کمتر به اونها اشاره شده یا اصلا بهش اشاره نشده دوست داریم امشب رو با یاد حضرت علی اکبر علیه السلام یه کمی از کلام ایشون از رفتار ایشون و از صحبت هایی که در رابطه با ایشون میشه استفاده ببریم از کلامشون خواهش میکنم به دیده من نه در خدمت هستیم از محضرتون اولا ما توسل به حضرت علی اکبر سلام الله علیه رو سوجه ای قرار میدیم برای بحث از کلن موضوع جوان از نظر احساسات و از میکنم عواطف یه موضوع بروزی هست خداییش موضوعی است که نیاز جامعه ای ماست و کمتر به او توجه میشه و تو هر خانه ای که ما امروز نگاه میکنیم لا یک جوان وجود داره کمتر خانه ای میشه که در او نونهال یا نوجوان و جوان وجود نداشته باشه اینی که ما لازم راجع به این قشر و به این تیفی که بخش مهمی از جامعه ما رو تشکیل میدن از پسران و دختران خب یک اشاراتی و صحبت مختصری داشته باشیم خیلی هم عالی. اولا یکی از چیزهایی که ما قافلیم از او این است که روی نوجوانها و جوانها ما خیلی برنامه ریزی نداریم هست ولی نه اون گونه که انتظار میره بله ما میبینیم ائمه ما دارن توصیه میکنن هشدار میدن ولی ما توجه نمیکنیم میفهمن علیکم بالاحداث احداث سه نقطه همزه احداث یا هدس یعنی نوجوان بر شما باد به نوجوانان چه تو آقا جهتش چیه رو نوجوانان شما تکیه دارید میفهمون فا قلب الهدس کل ارض الخالیه قلب جوان مثل یک زمین خالی میمونه ظرف خالیه بله زمینی که هنوز بذری در اون نکاشتن هنوز برداشت خاصی از اینجا نشده از این بزر خاص شما میتونید هر نوع بذری رو اینجا بکارید در زمینی که بکره، تازه است هنوز توش... هست و... کشتی نشده بله و برداشت کنید همان گونه که شما انتظار دارید قلب جوان هم اینجوره قلب نوجوان،, نوجوان، جوان نوجوان، جوان جوان نو جوان اینجوره قلب نو جوان آمادگی و مستعد فراگیری حقایق رو داره آمادگی داره ما باید از این حد اکثر استفاده رو ببریم مطابق برنامه ریزی میخواد اگر ما برنامه ریزی نکردیم دیگران برای ما برنامه ریزی خواهند کرد ما برنامه ریزی کنیم ما وقتای فراغت جوانمون رو برنامه بریزیم و اون وقتهای خالی رو پر کنیم با اون برنامه های سالم حالا اینا متنوع باید باشه یه نواختم هم نباشه خسته کننده باشه اولا باید خودمون رویارو با جوانمون صحبت داشته باشیم خیلی از خانواده ها هست اصلا برنامه ریزی برای صحبت با جوانشون ندارن عجیب. فقط همین مسئولیت در این خلاصه کردن من برم کار کنم غذایی براش نظر... بیارم پوشاکش بکنم هم. بلن. از نظر مواد غذایی تامین کنم از نظر پوشاک و لباس و از نظر مسکن و نهایت مسائل تحصیلیه او خب بقیه چی؟ مسائل اخلاقی چی؟ مثال اعتقادی چی؟ تربیتیش تربیتی چی؟ آیا شما نباید با جوانتون گاهی صحبت داشته باشید؟ نباید یه نشست های نیم ساعته یک ساعته ده دقیقه ای داشته باشین و اینجاش خالیه و نه توجه ندارن بعد یه زمانی از خواب بیدار میشن چشاشون رو میمالن که میرن کار از کار گذاشته اگه پسر پریده رفته اگه دختر به انحراف کشیده شده چرا؟ چون شما از نظر روحی و اخلاقی و دینی نرسیدید به اینها مسئولیم ما واقعا مسئولیم کلکم را و کلکم مسئول و رعیته ما بازخواست میشیم قیامت فرزندان ما به عنوان یک حق از دست رفته و, از و به باد رفته جلوی ما را قیامت خواهند گرفت پدر مادر چرا دانستید به ما نگفتید چرا دانستنی های دینیتون رو به ما انتقال ندادید چرا ما رو بیدار را نکردید چرا فقط اکتفا کردید به رسیدگی زندگی مادی ما آیا معنویت ما احتیاج به ارشاد و راهنمایی نداشت چرا قدمی بر نداشتید و ما چجور جواب خواهیم داد اینه که من خواهشم این است که همه خانواده هایی که دارای فرزند جوانند و نوجوان سعی کنند یه برنامه ریز خاصی برای اینها داشته باشند الان ما چرا میبینیم یک عده از اقلیت‌های های مذهبی و مذاهب غیر از شیعه و ادیان غیر از اسلام دارن جوان ها رو جذب میکنن خب اینو کارشناس دارن هزینه ها میکنن چون برداشت میکنن بعدن ازش کارشناسی دارن برای تاکتیک های جذب جوان از چه راههایی وارد چند از راه خرج کردن پولی از راه مسائل شهوی از راه مسائل دیگه تنوع دادن خلاصه از یک راه اینها رو جذب میکنن و برای اینا برنامه میذارن و میبرن اینها رو اونجایی که نباید برن و ما باید این کار رو مدیریت کنیم و در روایات راجع به جوان نوجوان نهال روایات زیاد هست من بخوام تو این قضیه وارد بشم از بحث اصلیمون جدا خواهیم شد فقط خواستم اشاره کرده باشم ممنون سپاسگزار از شما رفتار ماموسین با حضرت علی اکبر نمونه ایشه واسه ما بله بله اصلا کلا جوانان بنی هاشم رفتارشون و بزرگترهاشون الگوس چگونه رفتار میکردن اصلا کلا اهل بیت علیهم السلام رفتارشون با بزرگترهای از خودشون چگونه بود شما ببینید امام حسن امام حسین علیهم السلام در سن کودکی یا نونحالی میبینند یک پیرمردی وضو باطل میگیره وضوش صحیح نیست و ببینید چه روش قشنگی اینا به جای اینکه بگن آقا پیرمرد آقا فلان این روزوتون ناسهیه باطل دوباره بگی اصلا کار نمیکنن. ببینید چرا روش زیبایی میان در نزد اون پیرمرد و میگن ما دو تا داداش وضو میگیریم آقا شما نگاه کنید داوری کنید قضاوت کنید کدومی که از ما وضومون صحیحه و کدوم صحیح نیست هر دو وضوهاشون رو میگیرن این دو بزرگوار پیرمرد میگه قربان شما برم شما هر دو وضوتون صحیح بود وضوح من اشتباهه وضوع من دلست. نادرست و ناصحیحه و درس گرفتم از این حرکت شما و این جوری باشه ما هم البته درباره اطلاع رسانی به جوانهامون هامون تاکید اکید دارم به اولیاء جوان ها و جوان ها با خشونت نباشه با اخلاق باشه با نرمش باشه با تشویق باشه خدای نخواسته با ارعاب ترسوندن کتک تشر اینو جواب نمیده اینا نتیجهش این میشه که فضای زندگی برای اینها عرصه تنگ میشه یعنی احساس آرامش در زندگی نگه نمیکنن. از خودشون لحظه محنه. به یک بحانه ای می میخوان از منزل بیرون بزنن و یه چراغ سبزی از یک جایی ببینن زندگی رو رها کنن و این به صلاح پدر مادر نیست اینا پشیمانی ها بعدن به دنبال براشون خواهد داشت لذا مدیریت کنیم این جریان رو من در خیلی سلامت باشین اما شب هشتم ماه محرم بله از جوان کربلا یکی از جوان های بله. کربلا از تلی اکبر بگید برامون سلام که الله چه حالی. اتفاقی افتاد بین ایشون بله. و بله. پدرشون امام علیه السلام در روز آشورا بله و اون سنگینی حدید و آهن که اومد نزد آقا بله بله, علیه از مذرتون راجع به حضرت علی اکبر یه مقداری برای من سخت صحبت کردن چون من خودم پسر بزرگ جوانم و جوانم از دست دادم رو. وقتی که میخوام ذکر مصیبت کنم برای حضرت یه مقداری کنترلم از دست میره یعنی منقلب میشم چون خودم داغ دیدم احساس میکنم که داغ جوان دیدن چقدر دشوار و سخته یعنی این برای من ملموس و محسوسه فقط دیگه تا اونجایی که میتونم امکان داره برای من ورود در این قضیه عرایزی رو تقدیم میکنم چون که دوست داریم برنامه به ذکر مصیبت چون که ایام به آشورا داره نزدیک میشه دوست داریم برنامه هم به ذکر مصیبت حضرات محسومی علیهم مثلا هم مزین بشه و نور اونها هم به برنامه ما و بینندگان ما برسه و انشالله باعث هدایت ما هم میشه اتفاقا یکی از خواسته های ما از بینندگان عزیز این است مجالس میرین ببرید جوانانتون رو با خودتون مجالس به سرتون رو ببرید دختران رو خواهرا ببرن تشویق کنید اینا رو بکشانید به مجلس اهل والله مجالس اهل بیت یک جایگاه هاییست جایگاه امن الهی یعنی آرامش ایجاد میشه شما نمیبینید از روزه که میرید بیرون چه احساس سبکی و آرامش میکنید حرم که میرید مشاهده مشاهده مشکلات خودمون رو فراموش میکنید چه احساس سبکی میکنه انسان روحش آرامش میگیره این است. ما الان میبینیم ای از علمای اهل تسنن تو مجلس روزه هدایت شدن یعنی جرقه آشورا و اهل بیت گرفت اونها رو استارت اونجا زده شد سوال میکنن شما جهت چی شد مستبصر شدید و شیعه شدید میگن به برکت مجلس از از امام حسین علیه السلام راج با آقا هسته علی اکبر روحی له الفدا عرض میکردیم این بزرگواری که از خصوصیاتی که دارن این است که میخوام عرض کنم در میان اهل بیت هر کدومی در جهتی شبیه جدشون بودن مثلا بعضی ها فرض بفهمین از نظر صورت بعضی ها مثلا بالاتنه بعضی ها راه رفتنشون بعضی ها صحبت کردنشون اما اون کسی که آینه تمام نمای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بود این آزاده بود هم. اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله صلی الله علیه و آله از من سوال میشه گاهی خلقنه یا خلقنه خلق یعنی یک خصلت خلق یعنی خصلت ها ما این رو خلق میخونیم یعنی حضرت علی اکبر روحی له الفدا به بیان پدرشون سید و, و علیه السلام قبل از شهادت ایشون عرضه داشتن بالا راه تو شاهد باش من میفرستم به سوی این جماعت شخصیتی رو که اشبه و ناز خلقن و خلقن هم از نظر خلق شکل و شمایل هم از نظر خلق خصال و اخلاق ها و هم از نظر منطق منطقا به رسول الله صلی الله علیه و آله حالا این منطق هم باز قابل بحثه یعنی تونه صدا تونه صدای پیغمبر بود صلی الله علیه و آله یا اینکه روش صحبت و منطق و دلیل ایشون روش پیغمبر بود یا همه اینها بود ممکنه همه اینها باشه ایشون آینه تمام نما اصلا خودش تفسیر میکنه بیان امام حسین علیه السلام همین مطلب رو تفسیر میکنه میفرمان عرضه میدارن خدایا خدایا هر زمان ما مشتاق دیدن چهره پیغمبر میشدیم صلی الله علیه و آله ایشون رو نگاه میکردیم ایشون رو زیارت میکردیم خیلی مهمه آینه تمام نمای پیامبر صلی الله علیه و آله اینقدر خاطر این آزاده عزیزه که یک روزی در مسجد مدینه در غیر فصل ایشون شاید کودکی بودن حالا در چه سنی بودن نمیدونم ایشون اشتها انگور پیدا کردن از پدر انگور خواستن آقا سید و علیه السلام از ستون مسجد مدینه به اعجاز خوشه انگور بیرون آوردن دادن دست آزاده یه همه دیدن این معجزه باهره رو خیلی عجیبه بله آقا حسن علی اکبر از مکانت و جایگاه بسیار بالایی برخوردارن اونایی که اهل مطالعه منبعی موثق معتبر با مدارک و منابع میخوان من عرض میکنم کتاب علی یونل اکبر از مرحوم سید عبدالرزاق موسوی مقرم مرحوم مقرم و سید عبدالرزاق مرد محققی بود کلا من کتاب هایشون رو گذرا میگم که اهل تحقیق ببینن استفاده ببرن یه مقتل الحسین دارن ایشون علیه السلام که من شخصا ازش خیلی بهره بردم از نحوه پروروندن مطالب جا انداختن مطالب مستند و مستدل صحبت کردن بعد از او کتاب مسلم ابن عقیله ایشون هست بعد کتاب از سید سکینه هست سلام الله علیها بعد کتاب علی یون اکبر ایشون هست که حضرت آیت الله مرعشی نجفی هم یه مقدمه ای دارن و خدای رحمت کند حجت الاسلام آیا عاشق حسن مؤمن رو که از وعاز معاودین کربلایی در قوم بودن و منبر می اینجا اونجا ایشون سبب تجدید چاپ این کتاب شدن و کتاب های دیگری که ایشون دارن و مخصوصا سرال ایمان ایشون سرال ایمان درباره شهادت سالسه است درباره شهادت به علیون ولی الله در ازان و اقامه است که ایشون این کتاب رو تعلیف کردن مرحوم مقرم رزوان الله تعالی علیه این کتاب علی اکبر رو راجع به این شخصیت والا تعلیف کردن حالا این نکته من بگم جایگاه مقام حضرت علی اکبر این چنین بود که نقل شده ایشون جایگاهی داشتن از نظر معنوی که شایستگی مقام امامت داشتن یعنی اگر امامت و خلافت جانشینی و پیامبر صلی الله علیه و آله به ایشون داده شده بود ایشون کشش و ظرفیت قبولی که همچین امانت الهیه رو امامت رو داشتن حالا سخنان دیگه هم هست اینجا که فرصت نیست شاید هم صلاح نباشه خیلی وارد این بحث بشیم اما خب ببینید چقدر سخت بر آقا یه همچین جوانی رو که آینه ای تمام نمای پیامبر صلی الله علیه و آله بخوان روز آشورا اجازه میدان بدن ما در زیارت ناهیه حجت ابن الحسن ارواح و نافده میخوانیم السلام علی اول قتیل من نسل خیر سلیل شما ببینید امام حسین سلام الله علیه آزاده عزیزشون رو از اولین شهدای بنی هاشم قرار میده اصلا اولین شخصی که از اجازه گرفت از بنی هاشم بله. بله. اول ایشون بودن که اجازه دادن ولی کدوم پدر هست که به این سادگی اجازه بده پسرش با پای خودش به طرف مرگ بره کدوم پدره مگه امام حسین سلام الله علیه به این سادگی میتونن اجازه بدن روحی له الفدا حضرت اول تا این اجازه رو هست علی اکبر از ایشون خواستن ارخا عینیه به دمو آقا پلکای چشمشون رو انداختن پایین همراه باش و گریه یعنی چی یعنی پسرم مگه ساده است این کار من آینه تمام نمای پیغمبر رو فوری اجازه بدم به پای خودش بره به طرف شهادت و مرگ قضایی اینجا زیاده من نمیدونم گاهی جا میمونه ارائزم. آقا تو راه که می اومدن امام حسین علیه السلام در بین راه اندکی خواب ایشون رو رو بود روی مرکب تا چشمشون گرم شد سراسیمه از خواب بلند شدن هست علی اکبر یا در این نشون میده مراقب پدر بودن در همه حالات چی شد پدر جان فرمودن الان خواب بودم چشم من رو خواب رو بود یک صدایی بلند شد که این کاروان دارن میرن و مرگ اینها رو داره بدرقه میکنه پدر دلداری دارن پدر جان اول است الان حق ما به حق نیستیم فرمودن چرا از داشت پدر حالا که به حقیم چه مرگ بر ما وارد بشه چه ما بر مرگ واقع بشیم جانم به فداد به هر صورت روز آشورا اجازه میدان میگیرن و خدمت شما ارز کنم که بعد بعد از اجازه وارد میدان میشن جنگ نمایانی میکنن و اون عتشی که داشتن بر میگردن پدر ال و قد عطلنی <applause> به سقل الحدید قد اجهدنی بابا عتش داره منو میکشه سنگینی این ادوات جنگی و زره داره منو از پای در میاره به زحمت انداخته منو که آقا در بعضی از نقلها ها داره بیا عزیزم جلو زبان خود رو در دهان عزیزشون گذاشتن چه علتی داشتین من نمیدونم شاید خواستن بگم بابا ببین من از تو تشنه ترم ببین زبان من از تو خشکتر هست برو امیدوارم این روز شب نشده از دست جدت سیراب بشیم که آقا دوباره به طرف لشکر رفتن اون بار اولی که حضرت میرفتن داره نظر علیه نظر آی من الحیات به در یک نگاهی معجزانه به فرزند کردن واویلا چقدر سخت بود بر حضرتش از امام صادق سال میشه آقا جان بهترین لذت در دنیا چیز میفهمن اینکه که انسان جوانی رو بزرگ کنه بقید بالاش نگاه کنه راه بره بزرگترین مصیبت چیه اینه که همین جوان رو از دست بده چقدر سخت است و چقدر دشوار حالا ببینید این عزیز رفتن میدان و اونایی که موفقا شارع و صدره میرن در مقام حضرت علی اکبر علیه السلام میگن اینجا جایی است که حضرت علی اکبر از اسب زمین افتاد وقتی که فرق مبارک حضرت رو با شمشیر زدن و از فرق مبارکش خونجاری شد اومد چشم اسب و گرفت اسب به جایی که صاحبش رو بیاره به طرف خیمه ها رفت توی دشمنان نمیدید دیگه مقابل میان فوج لشکر زمین گذاشت وا ویلا که چه کردن قطعوه به اربن قطعوه اربن قطعوه به اربن اربن و شمشیرها, و شمشیرها بدن نازنین حضرت علی اکبر و قطع قطع لذا لجا وقتی سیمه آقا سراسیمه اومدن بر بالین جوان جو و لا. چه سحنه ای چه بدنی ای پسر من پدر پیر تو هم پدر پیر و زمینگیر تو هم سخنی گوی و دلم را خوش تو که آتش, آتش زده, زده ای خاموش ای مسیحا مونیم جانم کرده ای ای کمان ابروام ای, ای کمان ابروا کمانم کرده عزیزم علی اکبرم ای اصای, ای اصای پیریم, پیریم ام پیرم مکن خیزو از جا و زمین, زمین گیرم مکن, مکن. لرزه, لرزه بر جان و دلم, دلم افکنده ای دست و پازن تا بدانم زنده ای خیزو از جا آبرویم رویم آب را بجر, بجر. اما از بین نام <تصفح> اما را از بین نامهرم ببر بمیرم لشگر این و شام استاده به تماشای شهر و شهزاده شهر روی نعشه به افتاده گفتن حسن جان داده اخ آقا دیدن علی داره خنده می گنه تبزم می علی جان چه می شود صدا زد بابا این از مادرم فاطمه زهرا اینجا داده نگاه می شما با من چه می تا آقا اینو جنیدن خم شدن فقط خده و علا خده صورت به صورت جمالشون علا دنیا بعدک العفا علی جان, علی جان دیگه, دیگه بعد از, از تو خاک, خاک، برگزر زن دنیا زندگانی دنیا و یه وقت صدا زد جوانان بنی <تصفح> <تصفح> این حاجه می علی را بر در خیمه رسانید خدا داند که من طاقت ندارم علی را بر در خیمه رسانم آخه این بدن اربن اربا مقدر از شده بود دیگه توانی هر قطعه <تصفح> که بر دا می داشتن سایه نقطه بدن به زمین بیدید آه, آه بیار ای جوون های بنی آجم گمگم گنید حالا بدن و داخل چه گذاشتن و بردن به خیمه دار جان عالمی مفدا دوسین آرام جانم حسین رو حسین روح روانم حسن تو آجر کمالا انشالله که به برکت روزی که امروز خوندین امشب خوندین و انشالله به اون لحظه وداع امام حسین علیه السلام با حضرت علی اکبر خداوند بر ما منت بزنند و فرج ما به زمانمون رو نزدیک بکنن اللهم آمین واقعا همینه بهترین حالاتمون رو ما باید ذخیره کنیم برای دعای بر فرج ممنون سپاسگزارم از شما از شما بینندگان و همراهان گرامی هم تشکر میکنم که با ما همراه بودید تا دیدار آینده شما عزیزان رو به خدای بزرگ و منان میسپارم یا <applause> علی <applause> مدد